این تیر شود، هر ظلم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه ای بی گناهی زنجیر شود. نگذار نگذار کشور ماست. این از قادسیه بدتره. قادسیه را اعراب تازی به ایران حمله کردن، آنها بیگانه بودن و کشور ما را فتح کردن، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه نجیتر از قادسیه اول آفریدن. بزرگ است اهورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را. منش نیک را می ستاییم، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و مویه را. با درودهای فراوان به همیهنان گرامیم، پری سفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز آدینه دوم امرداد ماه 2723 ایرانی مادی، 2574 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی و برابر است با 24 جولای 2015 میلادی. مزدا اهورا بهتر از همه آگاه است که پیروان خدایان دروغین در گذشته چه ها کردند و در آینده نیز چه ها خواهند کرد، و تنها اهورا مزدا داور است، پس هرچه او می خواهد همان خواهد شد. من و روان جهان بارور با دست های برافراشته اهورا را ستایش می کنیم و از او می خواهیم که به پارسایان و راهبر آنان از سوی دروندان گزندی نرسد. آنگاه اهورا مزدا که بافت و سرود زندگی از دانایی اوست گفت: آیا تو سردار و راهبری پارسا نمی شناسی؟ آیا تو برگزیده آفریدگار برای نگاهداری و نگاهبانی جهان نیستی؟ این سخن اندیشه انگیز خوشبختی افسا از اهورایی است که خواستش با راستی هماهنگ است و مزدا اهورا برای آبادی جهان آن را به پارسایان آموخته است. ای اندیشه نیک، کیست آن که از تو باشد و به راستی مردمان را یاری بخشد؟ من تنها یکی را می شناسم که به آموزش ما گوش فرا می دارد و او زرتشت اسپندمان است و تنها اوست که می خواهد سرود ستایش مزدا و راستی را به مردمان برساند. پس ما به او شیوایی و دلپذیری سخن می‌بخشیم. ایتون باد.
سرزمین اهورا مزدا، ای ایران، ای ایران، ای ایران. ای سرزمین جاوی در تاریخ، مرا جایی جز آغوش تو آرزویی نیست، با آفتابی که در خاک تو بر من به تو ارزد به هیچ، اگر در زیر آسمان تو نباشد. ای ایران، ای ایران، ای ایران، ای ایران. نشسته مادران تو دعای سحرگاه و نیایش روز و شب من است، ای ایران، ای ایران، ای ایران، ای قصیده رهایی را با هنجره به تیر کشیده خود برای تو میخوانم، برای تو میخوانم. ای ایران، ای ایران، بشر آزادی را مردمی که با زشتی و زشتکاری بیامیزند، هستی و روان زیستن در آن مردم با هستی و انگیزه های اهریمن همانی می‌یابند. به راستی هم میهنانم، این سخن به اثبات رسیده است در میهن ما. آن مردم در اندیشه و به کردار اهریمن را می‌آفرینند. پلیدی ها و زشتی ها زندگانی آنان را ساختار می باشند. اگر اندیشه همین مردم از شراره خرد روشن بشود، آنها از زشتی و زشتکاری پرهیز کنند، اهریمن در هستی آنان می میرد. انسان از سرشت خود
به زیبایی، مهربانی و خوش زیستن گرایش دارد. مردمی که از زیبا ساختن جهان، از پرورش دادن جان و از دوست داشتن آزادگی خود را شادمان نسازند، در اندیشه و از کردارانها اهورا نمی روید و در هستی آنان اهریمن می آمیزد، یعنی اسلام با همه تبهکاری هایش و فسادش و جنایتش و چپاول و غارت بندگان و بردگان و موالیان اسلام. در چنین مردمی خوشی به اندوه و شیرینی به تلخی می گراید. با این خبر برنامه امروز را آدین شب آغاز می کنم. اثبات همین چند عبارت و جمله است که از مردو آناهیت برایتان خواندم. فقط همین یک خبر. معاون برنامه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل میگوید شمار اعدام‌ها در ایران افزایشی بهت‌آور دارد. او میگوید سعید بومدوهه نام اوست، میگوید ماشین کشتار قضایی و حکومتی در ایران همچنان میتازد و میلیون ها ایرانی سکوت کردند. برای فروش ایران و به گونه رسمی ایران را در اختیار استعمار قرار دادن بعد از چپاول میلیارد ها میلیارد دارایی مردم ایران، بردگان به خیابان می آیند و می گویند متشکریم و دست افشانی می کنند، می خندند، شادی می کنند برای نابودی هست و نیستشان و جانیان و چپاولگران و هرزگان محمدی اشغالگر هم می دانند با این موالیان فاسد شده توسط آموزه های اسلام چگونه رفتار کنند. او میگوید اگر روند فعلی ادامه پیدا کند تا پایان سال جاری، در ماه جولای هستیم، تا پایان امسال 2015، یعنی تا 5 ماه دیگر، در ایران بیش از 1000 مورد اعدام رخ خواهد داد، یعنی با همین روندی که در این 7 ماه بوده است. این مقام مسئول در سازمان عفو بین‌الملل میگوید صدور حکم اعدام همیشه شنیع است، اما وقتی این احکام در کشوری مانند ایران صادر میشود که اصول اولیه دادرسی نیست رعایت نمیشود، بسیار بیشتر نگران کننده است. او تأکید کرد حتی در ماه کسافت رمضان، کسافتش را من می‌افزایم، که بر اساس سنت اسلام اعدام در این ماه جایز نیست، مقامات اشغالگر ایران، اشغالگر را من افزودم، حکم اعدام دست کم 4 زندانی را در همین ماه اجرا کردند. در همین بحبوحه مذاکرات و به توافق میرسیم و هسته ای چه میشود و سانتریفیوژها چند هزار تا بودند و چند هزار تا خواهند شد و آب سنگین عراق را چه بکنیم و حالا درباره پارچین بدن جداگانه مذاکره میکنیم، قرار مدار میذاریم، و در همین ماها 694 انسان در ایران بدون اینکه دقیقا روشن بشود که آنها چه کردند و جرمشان چه بوده است و اگر مجازاتی میبایستی باشد
چه دادرسی شده است؟ کدام وکلای مدافع از آنان پدافند کردند؟ آنان را به قتل رساندند. زیر سایه کریجان اسازن و لنگ لنگان و حسین اوباما که امروز رفته است به سرزمین آبا اجدادیش کنیا، ننه سارا را هم آنجا می‌بینند. عفو بین‌الملل در گزارش خود تأکید کرد کسی به درستی نمی‌داند که چرا صدور و اجرای احکام اعدام در سال جاری افزایش و شتاب بیشتری گرفته است. شما نمی‌دانید، ما ایرانیان می‌دانیم چرا. هرچه سکوت و فساد موالیان بیشتر، هرزگی و درندگی و آدمکشی و دزدی و فروش ایران و فروش آینده و نسل‌های آینده ایران با سرعت بیشتری توسط این جلادان دشمن اجنبی و اشغالگر و محمدی و علی سربری اجرا می شود. باید بیشتر بکشند، النصر به روب را شدیدتر کنند که بردگان به جای اعتراض به این که 36 سال سرزمین ما را به هزاران بلا دچار کردید، آب و خاک ما را نابود کرده اید، صدها هزار ایرانی را کشته اید، میلیون ها تن را آواره کرده اید، میلیارد 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 دارایی های ما ملت را دزدیده اید، سانتریفیوژ و هسته‌ای و بسته‌ای و حق مسلم گفته اید و اکنون این گونه هست و نیست ایران را به اربابانتان فروخته اید. به جای آن که برون اعتراض کنن، میروند میرقصن برایشان در خیابان مانند میمون. مشتی خائن، وطن فروش، مردم فروش، شرف فروش، ایران فروش و کوروش فروش و زرتاش فروش در بیرون هم جا اندازی و پا اندازیه. این جانیان اشغالگر و ایران سوز را می کنند چون ویژگی همان الله اشغالگران که بالاترین شغل و ویژگیش جا کشیست برای محمد عبدالله، بردگان و موالیان همین ویژگی جا اندازی و پا اندازی را دارند. مردمی که با زشتی و زشتکاری بیامیزند، یعنی اسلام، یعنی بردگی و نوکری و کدیزی و جا اندازی قاتل خودت و میهنت و فرزندت و نابود کننده سرزمینت را بکنی. کماکان بیشتر افرادی که اعدام شدند به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شدند. مواد مخدری که مستراح بر سران و فاحش زادگانشان و چاقو کشان رود فروش جنرال شده یشان تریلیون تریلیون از آن میبرند و بردگان گرسنه و بیچاره و درمانده صاحبان هستی آن ثروت را بالای دار میکشند. با مواد مخدر و گسترشان میگویند ما داریم مبارزه میکنیم. تازه سازمان ملل باید بودجه هم در اختیار ما بگذارد چون ما خیلی مبارزه میکنیم با مواد مخدر. میلیون ها میلیون ایرانی در گرسنگی مطلق. خبری امروز هست با آگاهیتان خواهم رسان، گزارش های خودشان است. 6 میلیون تن در گرسنگی مطلقند. آنگاه مشتی بیدرد کلابوراتور یعنی دست یار
و همکار اشغالگران جانی و دوست که جمعاً 5-6 میلیون تن هم نیستند. این مفت خورها، این هرزگان، این هرزگانی که با این جانیان کار میکنند، کارچاخ کن آنانند، میروند در خیابان میزنند و میرخصند و میگویند متشکریم، متشکریم که دار و ندار ایران را سوزانده اید که فقط بمانید. شما به جرفای ذلت و بردگی این هرزه زادگان بیاندیشید، به جرفایش بیاندیشید. سال گذشته 753 تن اعدام شده بودند، یعنی به قتل محمدی رسانده شده بودند. او میگوید مقامات ایران، یعنی مقامات لواطکار دزد تازی هرزه اجنبی اشغالگر ایران، باید احساس شرمساری کنند که صدها تن از شهروندان خود را بدون دادرسی عادلانه این گونه به مرگ محکوم می کنند. شهروندان خود را، ایرانیان برای آنان گبرند و مجوسند و نجسند، چه نماز بخوانند چه نخوانند، چه نام فرزندانشان را نام ریپیست ها و سوزانندگان میهنشان بگذارند چه نگذارند، چه برای اعلام بردگی سالی یک بار یا در طی عمر ننگینشان دست کم یک بار به حجاز بروند یا نروند و پسر بچه هایشان را در برابر چشمانشان برادران حجازشان با آنها لواط بکنند یا نکنند. ایرانیان برای آنان دشمنند و آنها سرزبارها خودشان هم گفتند ایران را فتح کردند از آن اسلام است و ایرانیان موالیان و بردگان و کنیزان و غلامان عرب پیروز محمدی هست. در گزارش سال 2014 سازمان عفو بین الملل، ایران به عنوان کشور پیشتاز در اعدام شناخته شده بود. انقلاب باشکوه است، انقلاب باشکوه خائنین، ایران کشان، شاه کشان، ایران سوزان. ایران بیش از هر کشور دیگری در سال 2014 دست به اعدام زده است. ایران را میگوید، نه جانیان اشغالگر و دست ساز حزب دموکرات و عجوز افریته الیزابت و آشغالهای گوادلوپی دیگر. ایران سرزمین حقوق بشر و فرهنگ و شکوه هزاره ها به اینجا رسیده است کارش. چرا؟ چون این دو پایانی که اکنون در ایران زندگی می کنند، میلیون ها تن از آنها نوکری و کلفتی و غلامی و کنیزیه اشغالگران مسلمان را پذیرفتند و خود را هم جزوی از آنها می دانند، چه ریپشان بکنند چه نکنند، چه گرسنه‌شان بگذارند چه نگذارند.
احمد شهید در گزارش خود در 2014 تأکید کرده بود که وضعیت حقوق بشر در ایران، در ایران اسلام زده، جنایت زده، فساد زده، کثافت زده، محمدی و علی و عمر زده، در دوره حسن روحانی یعنی این کفدار تازی بدتر شده است. همون میلیون ها تن دستیار و کلابوراتور و همکار و کارچاخ کنه این جانیان به صف ایستادن، رفتن رأی دادن به حسن کفدار بنفش. هنگامی هم که این موالیان و بردگان و این کنیزان و غلامان را اشغالگران لازم دارن، چشمشان را دیگر میبندن. سر و گیس افتاده است بیرون یا نیفتاده است از این کنیزکان؟ ماتیک زدن یا نزدند؟ شلوار تنگ پوشیدن یا نه؟ نمایش را درست میکنن که بگوین این رژیم ایران است و حکومت منتخب مردم ایران است. پس ببینید، من و مانند من، اگر شما میلیون ها تن را دشمن ترین دشمن برای خودمان و میهنمان و شرفمان و هست و نیستمان بدانیم، بیراه نرفتیم. شما این نجاست ها را نگاهداری کرده اید و میکنید. شما چشم میبندید بر این کشتار و قتل عام از ایرانیان له شده، غارت شده، به خاک سیاه افتاده توسط لجن اسلام. پس بخشی از این جنایتی هستید که بر ما و میهن ما میرود. مردمی که با زشتی و زشتکاری بیامیزند، هستی و روان زیستن در آن مردم با هستی و انگیزه های اهریمن همانی می‌یابند. کودکان کارتون خواب زیر ماشین له شدند. گمان می‌کنید چند ایرانی اهمیت داد به این خبر؟ و چه کرد؟ حتی قطر اشکی ریخت یا نریخت و اندیشه کرد که چرا ایران و فرزندان ایران و کودکان ایران به این فلاکت افتادند؟ مطمئن باشید نه، تعداد زیادی نیستند. سرگرم اینن که در آمار جراحی زیبایی بینی و لایپوساکشن و سیلیکون گذاشتن و ابرو تتو کردن و لبها رو قلوه‌ای کردن شاگرد اول باشن، دست کم در آن منطقه. آن مردم در اندیشه و به کردار اهریمن را می آفرید. برای این از اسلام و جمهوری نجاست و جنایت اسلامی 37 سال است در آنجا پایید است. شما کلابوراتورها، وگرنه اگر میلیون ها ایرانی آتشی میان خود و این نجاست گذاشته بودند، میلیمتری با این جانیان کنار نیامده بودند، گمان میکنید اینان 37 سال میپاییدند؟ گمان میکنید اگر 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون 6 سال پیش به خیابان آمدند، 20 میلیون اضافه انبانها میپیوستند، آن خیز شکست میخورد با فواحش ارسالی حسین حسین یا حسین و نجاسات دیگر و جانیان و کثافت های مانند تریتا تازی و روس بیزادگان همراهش؟ نه، شکست نمیخورد. چه حسین و با ما پیام به
رپیستایان بچه ها میداد یا نمیداد، شکست نمیخورد ایرانی همان موقع پیروز میشد. راننده یک وانت نیسان از روی یک کارتون در گوشه خیابان افتاده بود و عبور کرد. صدای گریه و فریادهای کودکی توجهش را جلب کرد. بلافاصله پا روی ترمز گذاشت، خودش را متوقف کرد، به سمت صدا دوید و در کمال تعجب با صحنه دلخراش روبرو شد. او دو کودک مصدوم را دید که زیر کارتونی خوابیده بودند و او به خیال آنکه چیزی داخل آن نیست از روی آن عبور کرده بود. فقط فرزندان شما کلابوراتورها عزیز است، نه؟ ایران و هست و نیستش فقط برای انگلهایی مانند شما. هزاران سال آن تاریخ، آن افتخیزها، آن پهلوانان، آن پدافندگران از میهن، آن بلاهای کوچک و بزرگ که بر سر ایران آمده است، فقط از آن این نسل فاسد است. او به خیال آن که چیزی داخل آن کارتونیست از روی آن عبور کرده بود. او به سرعت با اورژانس تماس گرفت. نیروهای امدادی پس از حضور در محل در جاده کلات دو کودک را به بیمارستان منتقل کردند. تلاش کادر درمانی برای نجات یکی از کودکان که 7 سال بیشتر نداشت مثمر واقع نشد و جان خود را از دست داد و کودک دیگر که پسر خاله متفوض به شدت مصدوم شده است و تحت درمان است. در همان جایی که یک تازی نجاست زنباره حال یا چال شده است یا سگی را به جای او چال کردند و نامش را مشهد گذاشتند، در جایی که همان واعظ تبسی روسبی و همه فامیل دزد روسبیش که میلیاردهای ایران را آوردند در کالیفرنیا و اینجا و آنجا دارند میچرند، دو کودک بی پناه و گرسنه و بی سر پناه ایرانی. مهم نیست، اصلا این خبر نیست، من بیکارم این خبر را آوردم اینجا. خبر دیگر. بله، من امروز باید این نوشته مردو آناهیت را همواره کنار دستم داشته باشم. مردمی که با زشتی و زشتکاری بیامیزند، عامل بروز اعتیاد در جامعه عدم اشتغال جوانان و بیکاری آنهاست. و چرا؟ ثروت این جوانان در این 36 سال کجا رفته است؟ کجا سرمایه گذاری شده است؟ خرج کدام لواطکار حسن نصرالله و حماس جانی لجن فلسطینی تروریست و کثافات دیگر شده است؟ کدام روسبی زاده مستراح بر سر خودش و خانواده لجنش میلیاردهای این جوانان و آینده آنان را دزدیدند؟ که آنان بیکارند و رو به مواد مخدر می آورند که مواد مخدر را هم باز این جانیان میلیاردها از آن بهره ببرند، جوانان ایران پرپر شوند، خودکشی کنند. اگر هم به دست این جانیان افتادند بالای دار کشیده شوند. مردمی که با زشتی و زشتکاری بیامیزند هستی روان زیستن در آن مردم،
با هستی و انگیزه های اهریمن همانی می‌یابد. 6 میلیون گرسنه در کشور، گرسنه مطلق هم اون خط فقر و فقر سیاه و یک نان خشکی را مثلا 2 روز در میان بتوانن به سقف بکشن، نه، گرسنه بدون هیچ چیز، بدون هیچ پناهگاه، بدون هیچ درآمدی. اگر هم از گرسنگی و درماندگی تن به بدبختی و دزدی داد برای برود قرص نانی بدزدد، دستش را از با انگشت و تا مچ و تا اینجا و تا اونجا واعظ توسی و فاحش زاده های دیگر می برن یا بالای دار می کشن. آی مردم، مردمی که با زشتی و زشتکاری زندگیتان آمیخته است، یعنی با اسلام، تازه در کثافتگده مجلس اشغالگران لجن اسلامی عضو یکی از این کمیسیون ها گفته است 12 میلیون نیازمند، 12 میلیون انسان ایرانی در آن سرزمین ثروتمند که دیگر دزدی های میلیاردی از آن پادوهایشان است، خودشان دیگر آرشان می آید، باید تریلیون تریلیون یورو باشد. دوازده میلیون گرسنه نیازمند، یعنی گرسنه با زندگی سیاه زیر صفر، که تازه 6 میلیون تن از آنها هم تحت هیچ پوشش هیچ نهادی نیستند. یعنی ایرانیان را که غارت کردند گفتند مثلا بیایید ما خیلی مهربانیم، ما لواطکاران محمدی، کوپن به شما میدهیم ماهیانه، مثلا به شما پول میدهیم که بروید هفته یک نان سنگک بتوانید بخرید. 6 میلیون تن آن را هم ندارند. او گفت بر اساس آمارها 14% مردم کشور که 12 میلیون نفر را شامل می شود گرسنه هستند. گرسنه، نه اینکه شیر نخوردند، پای بچه ها کج شده است، راشیتیسمی شدند و قد کوتاه شده است و پا برهنه هستند و سال یک بار میوه نمیخورند و گوش نمیبینند، نه، گرسنه هستند. توف بر این اسلامت ها. چه بگویم دیگه؟ از آریا جان خواهش بکنم، آریا نازنینم شماره 3 همیهنانم، 2 کلیپ هست با هم میبینیم و دقایق دیگر با شما گرامیان خواهیم بود. Thank you.
خجسته بهاران به ایران رسید، زره یاد بوده نیاکان رسید. نگر چشم بلبل به گل باز شد، گلستان سرا نغمه پرداز شد. شقایق به آلاله پیغام داد که نوروزگان شاد و فرخنده باد. به پا شو به پا تا شود جان ما، ز خاری رها گردد ایران ما. که ما را نباشد جز این یادگار، چو گرزی گران بر سر روزگار. به پا شو که جشن و سرور آوریم، به دل خنده آریم و غم برداریم. بسی خانه را بوس باران کنیم، سراپای میهن گل افشان کنیم. بنوشیم آنچه که در دست هست، به نابودی هر چه تازی پرست. اگر زار هستیم و گر ناتوان، از این پس بیا تا نماند چنان. مخور غم گر امروز افتاده ایم، چو فردا رسد سرو آزاده ایم. که ایران ستیزان و اللهشان، به بنبست میهن رسد راهشان. دگر از شکم آیه کی آورند، که تاج کیانی به یغما برند. نخواهی چو یاران گرین سرنوشت، دگر داستان باید از سرنوشت. به پاشو بده دست در دست من، که جز پارسی تا نگویی سخن. به دل مهر کشور چو فرمان دهی، بداندیشگان را نماند رهی. ز من آشیان کس نگیرد مرا، نه دین و نه مذهب نه حتی خدا. تو گر مفت خاری گر اشغالگر، بدان کس تو بر جا نماند اثر. مرا تا زمانی که سر بر تن است، همه خاک میهن سرای من است. تو ای زادگاه نیاکان ما، وجب تا وجب در تو جای من است. تو ای جاودان زاد ایران ما، به سر سایه تو ردای من است. برون گر کنم مهرت از سینه ام، کفن گر بپوشم سزای من است. مرا زادگه گوشه ای از تو نیست، کران تا کرانت سرای من است. همه سنگ کوهت نگین من و، همه خاک دشتت طلای من است. نوشتان که نام تو با خون خیش، چنین پادشاهی خدای من است. بلند آسمانت مرا جایگه، سر دشمنت زیر پای من است. مرا نیست جز نام تو بر زبان، که تکرار نامت هوای من است. به سر عشق اقوام ایران زمین، همی گوهر کیمیای من است. ز خورشید و شیر است ما را نشان، چنین پرچمی خونبهای من است. تو را ناسپاسان مرا دشمن و، نگهدار تو آشنای من است. بمان در جهان خرم و جاودان. با درود دگرباره و در این فاصله شادمانم که توانستم با بانوی بزرگوار، دوست گرامی، نازنین یار بانو اشرف عزیزم کوتاه صحبت کنم. و ایشان فرمودند که امروز سال روز کشته شدن همسر جان بخش و میهن پرستشان به دست جلادان جمهوری اسلامی اشغالگر ایران است.
و به یاد جان بخش همسرشان $20 این سنگر رو پشتیبانی میکنن. یک جهان سپاسگزارم بانو اشرف نازنینم و از ایشان هم پرسیدم آیا پروانه دارم که نام همسر پهلوان و جانبخش شما را در برنامه ببرم. گفتند بله اشکالی ندارد. جانبخش همافر جعفر مظاهری، یاد و نامش گرامی باد. خب در هر حال فرصتی است که من هم کوتاه اشاره داشته باشم به یاری های دریافت شده از یاران نازنینمان و یک جهان سپاسگزاری میکنم از تک تک یاران، به ویژه گرامیان من که این سرباز کوچک رو به مناسبت زادروزش مورد مهر قرار دادند و سنگر رو پشتیبانی کردند. یاری این یاران دریافت شد. فرخ فرخزاد نازنینم، بانو پری الف گرامیم، بانو پانتای عزیزم، بانو آتوسای نازنین و گرامیم، نوید عزیز و سخاوتمند و گرامیمان، کدبان سرباز میهن نازنین و به راستی پشتیبان سترگ این سنگر، و همچنین یاری و بزرگ مهدی یار گرامیمان کدبان احسان عزیز که از یارانی هستند که هر ماه سنگر رو پشتیبانی میکنند و در مناسبت های ویژه‌ای هم همواره جداگانه به یاری سنگر میشتابند، و احسان نازنین یاری و بزرگ مهدی شما به مناسبت زادروز من پاکتش رسید. یک جهان سپاسگزارم. خب همیهنان نازنینم، امیدوار هستم پشتیبانی و یاری رسانی به سنگر رو فراموش نکنید و ما فقط هفته آینده دو برنامه برای ماه جولای خواهیم داشت و نیازی هم شاید به تکرار نباشد که وضعیت مالی سنگر بسیار اسفناک است. نوشته ای را در پیوند با قرارداد هسته‌ای به گفته سید علی مفعول جلاد اشغالگر رهبر جنایتکاران داعش شیعه، متن یه متنی بوده است که نوشتن با دشمن، نوشته ای رو به آگاهیتان میرسانم به قلم بانو شیرین طبیب‌زاده. ما و قرارداد هسته‌ای، خدا را هزاران بار شکر که سرانجام دعاهای آقای اوباما، کری، روحانی، هیئت مذاکره کننده، طرفداران مثلا ضد جنگ مواجب بگیر خارج نشین رژیم و لابی های متخصص در بزک کردن چهره منحوس ملایان و توابع با آرزویشان رسیدند و این قرارداد که گویا بیشتر قولنامه است و از نظر حقوق بین الملل ارزشی ندارد به سرانجام رسید، اگرچه هر بچه مدرسه ای می داند که این رشته سر دراز دارد. ما شخصا اعتراف می کنیم که اصلا نمی دانستیم که حکومت های شرور، دغلباز و گروگانگیر می توانند این چنین با تهدید و عربده کشی و حلمن مبارز طلبیدن و مرگ بر این و مرگ بر آن با کارگزارانی این گونه فاسد که در لیست تحریم ها نام هایشان ده ها صفحه از این توافق نامه را پر کردند، با پناه بردن به داستان هسته‌ای این گونه حقانیت یافته و توجه جهانی را به خود معطوف دارند که شش کشور قدرتمند جهان با این ابتذال سر از پا نشناخته چندین ماه و سال خود را منتر شلکن سفکن های آنان نمایند. البته ما حقیقتا از همه زحمات قدرت‌های جهانی برای استثمار ایران و کوشش‌های هیئت حسینی مذاکره کننده برای حراج گذاشتن شرف و هستی کشورمان کمال تشکر را داریم، و بالاخص از اینکه آقای ظریف که به قول خودشان تا 15 سالگی اجازه گوش کردن به موسیقی را نداشته بایستی آنگونه در شهر موسیقی جهان
در بهترین هتل آن بد بگذرانند و تا آن حد به اجبار نه تنها با آقایان بلکه با خانم موگرینی ساعتهای بسیار را سپری کنند و در راه وطن مجبور باشند چشم در چشم او بدوزند. شرمنده ایم. طبعا ما از این که ایشان که در خواب هم نمی دیدن روزی وزیر خارجه کشوری مانند ایران بشوند و در تمام مدت مذاکره به محض اینکه دوربین ها بر روی ایشان زوم می شدند با لبخندهای نمکین و بامزه و متظاهرانه الغای راحتی و اعتماد به نفس می کردند و برای ایران آبروداری می نمودند، حقیقتا ممنونیم. و مخصوصا از این که گاه و بیگاه بر روی بالکن هتل نیز ظاهر می شدند و به تقلید از سیاستمداران آمریکایی با انگشت اشاره ژست‌های آرتیستی می گرفتند، جدن حس می کردیم. دیگر در مورد آن جمله معروفشان که با خشم گفتند هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید یا چیزی شبیه این، دانستیم که اگر نه همه، حداقل نصف جایزه صلح نوبل امسال بایستی وجدانن نصیب ایشان بشود. به نظر من این که رژیمی که ایشان نمایندگیش را داشتند و دارند توهین و تهدید که سهل است، دمار از روزگار میلیون ها ایرانی در آورده است، هیچ ربطی به اجانب ندارد. این یک مسئله داخلی بین خودمان است. گردانندگان رژیم مانند پدر و پدر بزرگ و جد و آباد و معلم ما هستند و چوب آنها گل است و هر که نخورد خل است. از طرف دیگر آقای اوباما که به نظر می رسید در روزهای آخر چند کیلویی هم وزن از دست داده بودند، اکنون رفتن کنیا پیش ننه سارا همین خوراکی های خوشمزه بخورن دوباره آب زیر پوستشون بیاد. با مصاحبه های متعدد در دفاع از این قرارداد و در حقیقت در حمایت از نشستن با یکی از تبهکارترین حکومت های جهان که نظیرش در تاریخ کمتر دیده شده است، سعی وافر مبذول داشتند که ثابت کنند هیچ راه دیگری به جز مذاکره با جمهوری اسلامی و یا جنگ وجود نداشت. تکرار سخنان طرفداران مواجب بگیر جمهوری اسلامی در خارج، تریتی تازی و ترترها و روسپیزاده های دیگر مزدور همراهش همواره این را میگویند و این را الغا میکنند. پس اینهایی که میگویند این مذاکره نباید میشد و با این جانیان و آمریکایی کشان و این تروریست ها و چه و چه، پس جنگ میخواهند، اینها جنگ طلبند، مانند همان دین کثافتشان که بهش اعتقاد دارند. یا بپذیر یا سرت بریده است. از همینجا همواره در همه چیز حرکت میکنند، کار میکنند و جنایت اسلامشان را پیش میبرند. ما جدا حیرت کردیم که ایشان اصلا به روی خودشان نیاوردن، یعنی پرزیدنت حسین را میگویند، و یا مانند بسیاری از مسائل اصلا خبر نداشتن که 36 سال پیش همتای بی اطلاع و ساده لوح ایشان که با شنیدن خبر امضای قرارداد از خوشحالی چیزی نمانده بود سکته کنند، با تمام قوا هر آنچه توانستند برای به روی کار آوردن خمینی و اسلام واقعی کردند بدون اینکه متوسل به جنگ شوند. یعنی کارتری که زنده زنده نشسته است در 91 سالگی و روانش می سوزد. البته نباید بی‌انصافی کرد. آقای اوباما در نطقهایشان و در مصاحبه هایشان در اینجا و آنجا توهین های کوچک اما آبداری نیز برای خالی نبودن عریضه نثار ملایان کردند که روز بعد جواب دندان شکنی از رهبر عالی قدر دریافت نمودند. به نظر می رسد که آقای اوباما واقعا تنشان برای فحشای آقا می خارد. ایشان در سخنانشان بارها و علنا فرمودند به مصداق حرف راست را از بچه بشنوید که می دانند که جمهوری اسلامی در منطقه چه می کند، چه نبوغی، و می دانند چه بر سر مردم داخل کشور می آورند و می دانند که رژیم خواهان محو اسرائیل از روی زمین است و می دانند که رژیم هولوکاست را انکار می کند
و میدانند که همسایگان جانشان از تجاوزات رژیم به لب آمدند، ولی ما باز میخواییم با اینا بشینیم و بستنی بخوریم و دیل کنیم. اما با همه اینها خوشبختانه ما را کاملا روشن کردند که این مذاکرات فقط برای خلع سلاح جمهوری اسلامی از انرژی هسته‌ای بوده است و لا غیر، و تلویحاً بقیه داستان را ماهرانه پشت گوش انداختن و کلمه هم اضافه ننمودن، تنها برای راحتی اعصاب آقای نتانیاهو و ماساژ قلنج ملک سلمان پادشاه عربستان دستور دادند، آن هم بیشتر از ترس نمایندگان طرفدار عربستان و لابی های طرفدار اسرائیل و فروش هرچی بیشتر مواد جنگی آقای اشتون کارتر به منطقه روانه شوند. و نتانیاهو هم گفت لطفاً این جایزه را برای خودتان نگه دارید، اسرائیل این یکی را نمیخواهد. اگر قرار دادی که بسته اید خیلی خوب است و فرموده اید به نفع اسرائیل هم هست و دیگر خطر را از منطقه دور کرده است، چرا میخواهید به ما یاری سلاح و چه برسانید که ما بتوانیم از خودمان دفاع کنیم؟ بنابراین ما این بار این لطفتان را نمیخواهیم. تنکیو. ما که فکر نمی کنیم فعلا ایشان کسی را برای دلداری مردم ایران به آن کشور گسیل کنند. فعلا برای دلداری حجاز که برای سلطان سابقش تا روی کفشایش رفته بودند که کفشا را پاک کنند. البته اگر کفشی پای سلطان بود نمی دانیم، شاید از این دمپایی های لاانگشتی داشت. چون آن قسمت به ایشان مربوط نیست و ملت ایران کسی را که قدرتی داشته باشد در این حوالی ندارد و هرچی دارد یا ملی مذهبی مواجب بگیر طرفدار بقای رژیم است و یا لابی هایی که مار خورده با افعی شدند و از روبرو نیستند. دیگر ایرانیان عالی جنابان و استادان و دکترها و مهندسین و رؤسای شرکت های معتبر در آمریکای جهانخوار فعلا سرگرم توبیخ آن سناتوری هستند که بخت برگشته و به راستی گفت ایرانی ها دروغ خویند، چون آخوندها رو ایرانی حساب کنه گفت آنها دروغ خویند. طبیعی است که این حرفه این آقای سناتور خون ما را هم به جوش آورد و نمیتوانیم به این بزرگان در این مورد خورده بگیریم و معتقدیم به عنوان ملتی شرافتمند و وطن دوست بایستی به اعاده حیثیت در این موارد ارجحیت داد و بایستی این سناتور نادان را به هر طریقی است چهار میخه کرد. این که جمهوری اسلامی دار و ندار ما را به حراج گذاشته است در درجه بله نمیدونم چی اهمیت قرار دارد و به ما و این عالی جنابان و استادان و ربطی ندارد. پس از شنیدن سخنان نغز آقای اوباما، از آنجایی که ما سیاست سرمان نمی شود با خودمان گفتیم خدا پدرش را بیامرزد که اقلا حقیقت را گفت و خیال ما را راحت کرد، همانطوری که در حینی که جوانان معصوم ایرانی در سال 88 برای هفته های متمادی تومه این رژیم خونخوار می شدند و با جان جوانشان فدای رهایی وطن از شر این تبهکاران می شدند و یا به انواع شکنجه و تجاوز زندان محکوم می شدند، ایشان مشغول نامنگاری با رهبر عالی مقام که هزار بار نفرتش از آمریکاییان را فریاد زده است بود. خدا وکیلی آقای اوباما حداقل مانند آقای کارتر ادعای بشر دوستی و حقوق بشر نداشت و ندارد. اوضاع منطقه شاهد آن است و کمربند سبز اسلامی را نیز ابداع نکرد، یا مثلا مثل ریگان انجیل و کیک و ونیکات برای ملایان نفرستاد از زمان رسمنجانی، و یا مانند کلینتون یواشکی به وزیر خارجشان زنی که افریته آلبرایت نگفت که تو برو از ملایان برای دخالت آمریکا در جریان 28 مرداد ببخشید کودتای 28 مرداد عذرخواهی کن. من رویم نمی شود و یا مانند بوش پسر عراق را دو دستی به جمهوری اسلامی نسپرد. ایشان تنها به نوشتن نامه های سوزناک به دیکتاتور
ایران اکتفا کردند. به قول انگلیسی زبانان بیگ دیل. از من نشنیده بگیرید، اما به نظر می رسد که آقای اوباما حاضر بودند شخصا به دستبوسی آقا هم بروند، که مورد قبول مقام معظم قرار نگرفت، چون مقام معظم به فحش و فضیحت به آمریکا احتیاج دارد. بگذاریم. اگرچه ما خیلی دلمان می‌خواهد که بیشتر از اینها بگوییم و بگوییم که این قرارداد چیزی به جز نیمه مستعمره کردن ایران توسط آن هم شش قدرت جهانی نیست و هر ایرانی عاشق کشورش بایستی خون بگرید، نه رفتن گفتم متشکریم، و به جای اینکه هنوز به بیرون کردن انگلیسی ها در 60 و اندی سال پیش به بالد در پی راهی برای رهایی از این ننگ و مصیبت باشد، اما از آنجایی که دوستان پیشا پیش گربه را دم حجله کشتند و تا در این مورد حرفی زده شود طرف را به جنگ طلبی متهم خواهند کرد، ما هم سعی میکنیم خردمندانه و عاقبت جویانه زبان در دهان مهار کنیم و خودمان را مثل سایرین سانسور نماییم و پایمان را نیز از گلیممان بیشتر از این فراتر دراز نکنیم. راستش را بخواهید، ما و چند نفر دیگر سعی کردیم در همین گذشته نزدیک پیشنهاد کنیم که حال که چنین است به کل در سایت‌های هسته‌ای را داوطلبانه ببندند، که نتیجهش برداشتن سریع‌تر تحریم‌ها خواهد بود، اما کسی اهمیتی به حرف‌های ما نداد و پشتش را نگرفت و پیشنهاد ما به گمانم به همان جایی رفت که همیشه حرف حق در تاریخ معاصرمان رفته است، زباله‌دان تاریخ. القصه این که ما سرانجام دریافتیم که در این جهان جهنمی انصاف نیست، عدالت نیست و انسانیت سخت گم شده است و اینکه چنین است رسم سرای درشت. مژده به یاران همیشه حاضر در صحنه‌های رقص و پایکوبی در شهرهای ایران. از این پس رژیم با شیرین‌کاری‌های مضاعف مجال بسیاری برای شما برای رقص و پایکوبی فراهم خواهد کرد، بی خیال رنج‌های هموطنانتان. تا می توانید بخوانید و برقصید و انگشت‌های به اصطلاح پیروزیتان را هوا کنید و آن گونه که در آن مجله ایتالیایی آمد جوک بسازید. مبادا حتی یک بار برای نجات هموطنان در بندتان پشت زندان‌های مخوف این رژیم به اسارت آنها اعتراض کنید. مبادا به اجتماع کارگران زیر خط فقر که به نام نان شب محتاجند به پیوندید. مبادا به معلمین شرافتمند و بازداشت عده‌ای از آنها در اعتراض همراه با سکوتشان یاری رسانید. نه دوباره آمدن یک دو روز پیش و کسی یاری نرساند، اونها رو دستگیر کردن بردن نگه داشتن بعد آزاد شدن. چند تن از آموزگاران شرافتمند در سیاهچال‌های این رژیم هم. کماف سابق از کنار کارتون خوابان و معتادین بی خیال بگذرید. تنها چشم و گوشتان را به وعده های دروغین سرکردگان رژیم بدوزید و تا سود کشیدند به صندوق های رای هجوم بیاورید و یک بار دیگر به پیکر بی جان رژیم زندگی ببخشید و به آن در سطح جهانی اعتبار دهید. وقتی داستان‌های قهرمانی‌های قهرمانان شاهنامه را می‌خوانم و یا سرگذشت ملت‌هایی را که تا پای جان برای آزادی جنگیدند، با خود می‌گویم آیا اینها حقیقت دارند؟ در جایی می‌خواندم که کسی پرسیده بود چگونه است که مردم تونس با یک خودسوزی انقلاب کردند و تا حدودی به دموکراسی رسیدند، اما در کشور ما ده ها خودسوزی و خودکشی و هزاران اعدام و زندانی و چه و چه کمترین اثری در بپاخیزی مردم نداشته است. پاسخ این بود که مردم تونس
اکثریت بی اطلاع و بی خیال و نفع خود نفع خود بین و اقلیت خیانتکاری مانند تریتا پارسی و و و بسیار دیگری نداشت. حیف از آن سرزمین مقدسی که ما صاحبانش هستیم. پایان موعظه. درود بر بانو شیرین طبیب‌زاده که همه راستی ها را نوشتند. درود بر یار و یاور همیشگی من، یار و یاور سخاوتمند و فداکار من، سرباز میهن عزیزم. $200 اعلام همیاری کردند. با درود به دلاور بانوی سنگر بیداری، بانو سفاری گرامی. درودهای ویژه به روان دلاوران میهن پرست، کوروش آریامنش، فرود فولادوند، پروفسور مسعود انصاری، رضا فاضلی عزیز، که روان همهشان شاد و یادشان تا ابد جاوید و راهشان روزافزون پر ره رو باد. و درود به روان همه جانبخشان راه میهن و نجاست خوکهای وحشی اهلی نباشند. به گور و روان محمد و علی و حسن و حسین و پیروان جنایتکارشان. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر سرباز میهن نازنین و بزرگوارم و درود بی پایان به بانو اشرف گرامی و نازنین. بعد از اعلام این موافقت نامه، تفاهم نامه، به قول سیدعلی مفعول جلاد، متن و هرچه که می دانید، اتحادیه اروپا بلافاصله را تایید کردند و در اینجا هم حسین اوباما و دار و دستش، یعنی ادمنستریشنش که دار و دسته هستند، سریع آن را بلافاصله به شورای امنیت و آنجا هم از 15 عضو و هر 15 با شادی بسیار کف زدند و هورا کشیدند و تایید کردند و فعلا بحث‌های زیادی در گرفته است میان اعضای کنگره در آمریکا. و نخست این که اعتراض دارند که در واقع یک کار ضد اخلاقی بسیار بزرگی از طرف اوباما و دولتش صورت گرفته پیش از این که نمایندگان و سناتورهای مردم آمریکا بتوانند نظر بدهند، چون برابر وصلا قراری که گذاشته بودند از روزی که به کنگره هم ارائه می شود این ننگ نامه که نامش موافقت نامه، تفاهم نامه یا هرچه هست، 60 روز در آنجا فرصت دارند که بررسی کنند و سود و زیانش را، خوبی و بدیش را و اینکه بشود با آن اعتماد کرد، راستی آزمایی هایی که می گفتند در واقع تا چه اندازه سخت و محکم هست و یا نیست. اما خب این گونه خواستند که به اصطلاح تحت تاثیر قرار بدهند افکار عمومی را به روال معمول چپول ها در همه جهان، هر نامی که دارند، و عوام فریبی که بتوانند در واقع پیشگیر مخالفت دست کم اکثریت کنگره با این مسئله باشند، اگر احیانا بخواهند مخالفت کنند. و سر این داستان گفتگوهای بسیار، مقاله ها، خبرها، گزارش ها و از سوی اشغالگران میهن ما، جلادان دوست و مسلمان آدم کش، هر کدام از آن چاقوکش هایشان می آیند چیزی می گویند، یا مستراح بر سرهای بی سواد و هرزه و لوادکار می آیند چیزی می گویند، ولی مقامات هن دیگر مقامات. و از سوی دولت آمریکا هم سخنگوی کاخ سفید، سخنگوی وزارت امور خارجه آقای کری جان، خود آقای به اصطلاح رئیس جمهور حسین اوباما و دیگر کارگزارانشان هر کدام چیزی میگویند و هنوز همچنان فضا پر از دروغ و آشفتگی هست، با اینکه میگویند چیزی را به اصطلاح قرار و مدارش را گذاشتند. یکی از غلام بچه ها در ایران که نماینده دائم
ایران اشغال شده هست و از سوی جانیان اشغالگر ایران تازیان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. او گفته است و اعتراض کرده است که اطلاق زمیمه محرمانه برجام به توافق اشغالگران ایران و آژانس انرژی اتمی در واقع نادرست است و آن را رد کرده است. حال داستان چیست؟ میگوید توافق ایران، یعنی همان جمهوری اسلامی کثافتشان، نه ایران بیچاره اشغال شده و نابود شده توسط جمهوری کثافت اسلامی و خود اسلام کثافت. او گفت توافق جمهوری اسلامی و آژانس جزئی از برجام نیست، بلکه حاوی موضوعات فنی است و محرمانه بودن آن باید حفظ شود و چیز جدید، نکته جدیدی هم نیست که یه قرارمدارهای محرمانه‌ای هم گذاشته می شود. او گفته است این ترتیبات فنی بین ایران و آژانس است و جزئی از برجام نیست که بین ایران و پنج به علاوه یک نهایی شده باشد، بنابراین اطلاق زمیمه محرمانه برجام غلط است. حالا ترس و وحشتشان از چیست؟ برای اینکه میخوان ببینن که به ویژه کنگره آمریکا خواستند همه جزئیات در اختیار آنها قرار داده شود و همین قرار و مدار با آژانس و با هر کجای دیگر همه آنها چون جزء این پکیج حسینی، یعنی حسین اوبامایی و دار و دسته‌اش است با جلادان و ایران سوزان و تروریست‌های اشغالگر ایران. جمهوری خواهان آمریکا به ویژه خواهان دسترسی به توافقنامه‌های میان اشغالگران ایران و آژانس شدند و دولت اوباما را به خاطر منتشر نکردن آن مورد انتقاد قرار دادند. و این داستان هر روز و هر ساعت که می‌گذرد همیهنانم رسواییش و ننگین بودنش بیشتر افشا می شود. اما روسبی زادگان، جا اندازان، پا اندازان، مزدوران که نام خود را اصلاح طلب و کثافت و چه و چه، همین زبال دنبالچه های همین مستراح برسران، اکثرا از خانواده های آخوندی و لجنی اسلامی بیرون زدند، همه اشان، مقامات و غیر مقامات، همه ضد ایرانی، همه حافظ جنایت اسلام در ایران، حتی خودشان را ریپ می کنند، از خود اینها می کشند، مهم نیست، چون حرامزادگان تازی هستند. آنها نمی گذارند، هنوز مقاله می نویسند و سخنرانی می کنند، با آنها مصاحبه می کند، به ویژه لجن پراکن بی بی سی و دار و دسته های دیگر، که به اثبات برسانند چه توافقی و چه تفاهمی و این معترضان همه مشتی جنگ طلب بی مغزند. کارشان همین است، پول خونه آن بچه های له شده درون کارتون به این روس بیزادگان برسد برایشان مهم نیست. چند روز پیش، هفته پیش هم میدانید همیهنانم، سیلی فاجعه بار در ایران شمار بسیار بالایی کشته هم به جا گذاشت و درباره همین سیل هر کدام دروغ، هیچگاه شما از اینها گزارشی واقعی، مثلا سیل آمده است، یک بلای طبیعی، آمار کشته شده ها و مفقود شده ها رو یکی میگوید دو تن، آن یکی میگوید 35 تن، آن یکی میگوید 85 تن، چون همه چیزشان دروغ است. در وبلاگ دانشجو نوشته بودند اگر چه وقوع طوفان و سیلاب امر طبیعی و عادی است، اما در جمهوری اسلامی به دلیل تخریب زیر ساخت ها، نبود پیشبینی و اطلاع رسانی به موقع
و پیشگیری های ضروری ایمنی به یک فاجعه تبدیل می شود. ایرانیان فقط باید کشته شوند و سرزمینشان و دارایی هایشان هم غارت شوند. ارزشی ندارد دیگر جان ایرانی تا روزی که در دست این جنایت باوران و مسلمانان باورمند و قرآن باور است. سیل بیاید، زلزله بیاید، خودشان قتل عام کنند، مخالف سیاسی را بگیرن به عنوان تروریست و وابسته به این گروهک و قاچاقچی و چه و چه بالای دار بکشن، تیر باران کنند، زنده زنده او را بسوزانند، شکنجه بدهند، زیر شکنجه بکشند. ارزشی دیگر ندارد جان ایرانی. از بدبختی و بیچارگی و نابود شدن زندگی ایرانیان خودکشی کنند، خودسوزی کنند. مهم نیست برایشان که حالا آمارش را دقیق بگویند، کم میکنن همواره 1-0، 2-0، 3-0 به نسبت داستان کم میکنن که جنایت خودشان را پنهان کنن، که فساد خودشان را پنهان کنن، که کثافت دینشان را پنهان کنن. فرقی نمی کند چه بلایی سر ایرانی بیاید، تا ایرانی به این نکته نرسد، تا تکلیفش را با کثافتی به نام لجن اسلام، فریب و دروغ اسلام، دشمنی دشمن تر از اسلام ایران به خود ندید است، تا این موضوع را ایرانی پی نبرد و در این راه آگاهانه گام نگذارد برای سوزاندن این دشمن، نابود کردن این دشمن در اندیشش، در زندگیش، در میهنش و رساندن این پیام، این بلاها ضرب در هزار بر سرش خواهد آمد تا به طور کلی اصلا از این ملت و از این میهن دیگر نامی نماند. یکی از عوامل تلفات و خسارت بالای سیل در ایران حفاظت نکردن از فضای سبز. حفاظت نکردن یا گسترش دادن فضای سبز؟ خدا نکرده، نه، عمدن می روند دشت ها و جنگل های ایران را به آتش می کشند که ویلا سازی کنند و آپارتمان سازی کنند و بدزدند و میلیاردر شوند و فاحشه زاده هایشان بهترین زندگی ها را در میان همین آمریکایی که سید علی مفعول می گوید خیلی دشمن است بخورند و بچرند. روسبیزاده های خود سیدعلی، به ویژون مجتبای روسبیزاده جانی کثافت خائن بچه عرب تازیه، قاتل بچه های ایران، چند میلیارد دلار فقط دزدی هایش که از ایران خارج کرده است در خاور دور و در اروپا و همه جا، فقط آن یکی از روسبیزاده هایش که نقش مستقیم در کشتار بچه های ایران، آن دلاور فرزندان ایران در 2009، این جنایتکار، این بچه آخوند لجن، بچه سید علی مفعول داشته است. به ایرانیان سکوت کردن، آنها راست راست میگردن، این بچه آخوندهای دازاری در آن قصرها، آنگاه کودکان گرسنه ایرانی در کارتان از گرسنگی و بی‌سرپناهی ماشینی نبیند از روی آنها مانند زباله رد شود. چه بگویم؟ براستی حفاظت نکردن از فضای سبز، جنگل ها، جلوگیری نکردن از فرسایش خاک، عدم لای روبی مسیر رودخانه ها و سدها در دوره های مشخص، حفظ زیرساخت های طبیعی مثل جنگل ها و مراتع، شناخت مسیرهای سیلخیز، ایجاد ساختارهای مدنی امداد رسان. پس چه کسی برود لبنان را آباد کند که دختر و پسرشان دیده اید در کلیپ ها و در فرتورها با مایو و بیکینی در استخرها سرگرم شادی و رقصند،
آنگاه بچه های ایران داراییشان برای آن تروریست های کثافت فرستاده شود. اسرائیل دوستترین و یهود دوستترین مردم تاریخ، تاریخ بشریت، یعنی ملت ایران و سرزمین ایران اکنون شده است پرچمدار مرگ بر اسرائیل که ایران را نابود که آنگاه می رود این گونه ایران را زیر دست و پای لاشخورهای جهانی، لاشخورتر از خودشان میان. بعد برد زادگان بیاین بگویم متشکریم متشکریم. تا این اسلام سوزانده نشود در میهن ما هیچ چیزی درست نخواهد شد، این را ایرانیان بدانند. از آریا جان خواهش کنم، آریا نازنینم، من هم نفسی تازه کنم، اینجا بسیار گرم شد، نمیدانم که ایرکاندیشن قطع شده یا چه. در هر حال آریای عزیزم شماره دو رو نازنین من، همیهنانم کلیپیست یادآور ایرانمان 1956 میلادی یا 1335 تازی فراری، ایران را و آغاز به ساختن و مدرنیته و زندگی مدنی برای ایرانیان. دوران خیلی شیکی پیکی ایران نیست، اما در این 9 دقیقه میبینید که چگونه ایران به سوی روشنایی میرود و بسیار خاطر انگیز است و با هم میبینیم. شماره دور آریا جان نزدیک 59 سال پیش با هم میبینیم همیانانه. در دشت بی پایان و خاموشی من تک درخت خوش گذردم، از خاطر عالم فراموشی من یادگار باغ دردم، نفری و سر گذشتم که از آن پژمرده گشتم، هر برگ من افسانه‌ای دارد، شادی‌ها هر دم به یاد آرد، عشق شب‌ها بر دامانم بارد، دیدارم شادی آرد، رنگی از غم ندارد، خوش باشد این دنیای خاموشم، چه قطره باران آویزه گوشم، از دل با شادی خیزت فروشم. I'm home.
شادی ها هر دم به یاد آرد اشک شب ها بر زمانم بارد دیدارم شادی آرد رنگی از غم ندارد خوش باشد این دنیای خاموشت قطره باران آویزه گوشم از دل با شادی سیزد فرموشم لای 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 در دشت بی پایان و خاموشی من تک درخت خوش گذردم از خاطر عالم فراموشی من یادگار باغ دردم کزان پجمود گشتن بر برگ من افسانه‌ای دارد غم‌ها و شادی‌ها هر دم به یاد آرد عشق شب‌ها بر زمانم بارد دیدارم شادی آرد رنگی از غم ندارد خوش باشد این دنیای خاموشت چه قطره باران آویزه گوشم از دل با شادی خیزد فروشم Yeah.
گذشتم که از آن پژمرده گشتم، هر برگ من افسانه‌ای دارد. غم‌ها و شادی‌ها هر دم به یاد آرد، اشک شب‌ها بر دامانم بارد. دیدارم شادی آرد، رنگی از غم ندارد، خوش باشد این دنیای خاموشم. شد قطره باران آبیزه گوشم، از دل با شادی خیزت فروشم. با درودی دگرباره، به گفته یکی از کسانی که به او کارشناس اقتصادی میگویند، سعید لیلاس، که گویا استاد دانشگاه ملی که نام گورو به گورو شهید بهشتی روی آن گذاشتند، او گفته است هنوز درآمد سرانه ایرانیان به سطح سال 1355 نرسیده است. او میگوید اقتصاد ایران نتوانسته است ثروت کافی تولید کند. 36 سال پس از سال 55 کمتر از 58% درآمد سرانه سال 55 را در ایران داشته ایم، یعنی تقریبا نیم، 58% از درآمد سرانه، 40 سال بعد از. در دورانی که به ویژه در این 7-8-10 سال گذشته، بالاترین درآمد ارزی ایران داشته است و فقر مردم در همین 7-8-10 سال گذشته نجومی شده است. او گفت در سالهای اخیر توزیع درآمد به طور چشمگیری بدتر شده است. به این زبان مجبور است بگوید دیگر، به زبان دیگر که بگوید باید برود در سیاه چال تازیان زیر شکنجه. فشارهای تورم و فضای رانتخاری شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است. شواهد آماری نشان می‌دهد درآمد سرانه در سال 92 معادل سال 83 بوده است، یعنی در این 8 سال درآمد ارزی بی سابقه 800 میلیارد دلاری، فقط در 8 سال میگوید که برخی میگویند بالای 120 میلیارد دلار بوده است، 1000 میلیارد دلار بوده است. او میگوید در این 8 سال 800 میلیارد دلار. هیچ اثری در درآمد سرانه نداشته، شکاف طبقاتی هم بیشتر شده است. اسلام در ایران، یعنی چون فقط برای دزدی و چپاول است، برای تحمیق مردمان، شستشوی مغزی بردگان در نادانی و خواب و مالی خولیای دنیای عربی یک روان پریش کودک ریپیست دزد راه زن در بیابانهای حجاز در 1400 سال پیش، یعنی محمد عبدالله جانی و دار و دسته لجنی چون علی سربرش و بقیه دوره برش، بردگان را در آن فضا نگاه می‌دارم. برای چپاول و غارت ثروت‌های نجومی بردگان ایرانی فرقی نمی کنه در 8 سال 800 میلیارد دلار درآمد فقط از فروش نفت داشته از ایرانی
از آن خود ایرانی است، یا بیش از 1000 میلیارد دلار یا 100 میلیارد دلار داشته است، فرقی نمی کند. درود بر بانو مریم نازنین و گرامی، 50 دلار اعلام همیاری کردند. با هزاران درود به یاران و پشتیبانان تنها سنگر روشنگر ایرانی، سنگر بیداری تیوی. درود ویژه به دلاور بانوی ایرانی، بانو صفاری گرامی. توف بر قرآن، چون تلفظ درستش این است، ایرانیان باید بیاموزند قرآن نیست، قرآن و اسلام. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر بانو مریم نازنین و گرامی من و دخت نیک ایران. زمان آنچنانی نداریم همیهنانم، میدانید که اوضاع در ترکیه زیر فساد و جنون و مالی خولیای اخوان المسلمینی یک روانپریش مسلمان دیوانه ولی فوکل کراواتی فعلا در ظاهر، اردوغان، که سرگرم نابودی همه دستاوردهای 100 ساله دست کم آن کشور است، چون مسلمان باورمند است، چون به جنایت و تروریسم و فساد و زنستیزی و توسری خوری زن در اسلام باور عمیق. به زنش بنگرید، به دخترش را ببینید، قیافه های استفراغ آوری که دارند، آن چرقت را از بیخ این گونه میبندند. ترکیه بسیار بسیار دگرگون دارد میشود، هم میهنانم، به ویژه هیولایی را که پشتیبانی کرده است و در ساختش نقش مستقیم داشته است و بسیار بسیار جزو شاگرد اولهای داعش سازی بوده است، داعش سنی، داعش شیعی که 37 سالش ایران را در دست دارد. اکنون بعد از آن انفجاری که در برنامه گذشته گفتم و ده‌ها جوان صلح دوست کرد را در یک حمله انفجاری انتحاری محمدی نابود کردند و ده‌ها تن دیگر، برخی از آنها در شرایط بسیار وخیم، بعد از آن دو پلیس در واقع کشته شد، پکاکا اعلام کرد به تلافی کشتار انتحاری از جوانان کرد بوده است در مرز ترکیه و شمال سوریه، در واقع این سوی مرز در ترکیه روبروی کوبانی در آن سو در شمال سوریه، و باز در یک حمله ای به اصطلاح در یک خبرهای متعددی گزارش شد که هواپیماهای نظامی ترکیه دست کم 3 F-16، حال شاید اگر تعداد دیگری هم بودن ولی در گزارش ها اکثرا به 3 F-16 مواضع داعش را در خاک سوریه بمباران کردند، به تلافی اینکه یک سرباز ترک در حمله آنها به این سوی مرز کشته شده بود. و جالب است بدانید اکنون هم میگوید دیگر سردمدار و پیشتاز مبارزه با داعش شده است، اما این کسی که حتی به اصرار نیتو و همپیمانان نیتویش حاضر نبود به داعش از گل کمتر بگوید، حال برود شرکت کند در آن کوالیشن و اینها، نه، از گل کمتر بگوید، با هیولا نقشه کشیدن یعنی اسلام، با هیولا ابزار رسیدن به اهداف کثیف محمدی، هیولا برمیگردد دیر یا زود سرگرم خوردن خودت میشود، به ویژه اگر هیولا اسلامی باشد. حالا فرانکشتین و چه مثال نمیآورد، همین اسلام، این فرقه با آن فرقه. هیولای طالبان، هیولای القاعده که بخشی از دولت‌های آمریکایی و
کشورهای منطقه و به وجود آن چرکستان که نامش پاکستان است، بلای جان همهشان شده است و این هم انسان‌های بیگناه کشته شدند و تازه باید دهه ها بروند تا ریشه‌کن کنند که اگر با توانند بکنند. تازه بعد جنایتکاران طالبان و اکنون اردوغان به جنگ داعش جانش رفته است که هنوز انگشت‌های اتهام در آن انفجار فاجعه بار که 32 جوان کرد حقوق بشری به گونه واقعی کشته شدند به سوی اردوغان و دار و دستش است. حال فعلا به گفته این سالهای اشغال میهن ما توسط کثافت اسلام بعد از قادسیه دوم فرافکنی کرده است، فعلا با رفته است و بمباران کرده است و اعلام کرده است مرز هوایی سوریه را هم ما مخدوش نکردیم، از آنور مرز شلیک کرده ایم به داعش و در این بزنگا گرفته است به جنگ داعش و به جستجوی همکاران و کسانی که گرایش داعشی دارند در ترکیه و 300 تن را در ترکیه به اصطلاح دستگیر کردند در عملیاتی علیه داعش و گروه های کرد، یعنی کردان با داعش قاطی کرده است. اوگلو که همان احمد داوود اوگلو هست که نخست وزیر ترکیه است به اصطلاح گفته است عملیات امنیتی علیه نیروهای موسوم به گروه دولت اسلامی داشت، یعنی حرامزاده خودتان دیگر، حرامزاده شما، حرامزاده قطر، حرامزاده امارات، حرامزاده سلطان نجاست کده کعبه و حجاز و توابه، اکنون به سراغ خودتان آمده است، دست ساز خودتان. بیچاره مردم بیگناه ترکیه، اما اگر سراغ تک تک خود شما اردوغانیان بیاید نوش جانتان. یک بار آخ نگفتید برای ایزدیان، آن مردم صلح دوست آرام مهربان پیرو مهر و روشنایی و ایزد که در گزارش های بسیار از ژورنالیست های خارجی اروپایی آمریکایی همه از مهربانی و صلح دوستی و آرامش این مردم همه گفتند، آنگونه به دست ریپیست های داعش شما لتو پار شدند دخترکانشان پسرکانشان و هنوز 3-4 هزار تن از آنان دارن میان جانیان داعش شما دست به دست میگردن، بردگان جنسی شدن برای شما محمدیان و توف بر همه شما. بله در این وسط رفته از سراغ داعش، حالا افتاده از دنبال کردها برای سرکوب کردها. عملیات امنیتی علیه نیروهای موسوم به دولت اسلامی یا داعش و نیروهای کرد ادامه خواهد داشت. و چه شد اوجالان را که اکنون 10-15 سال از دران جزیره به بند کشیده اید و قول و قرار گذاشتید و قرار مدار گذاشتید و صلح کنیم و بس است و کشت و کشتار و چه با چه؟ اخوان المسلمین است و محمدی و او گفته است که این حملات کاملا موفقیت آمیز بوده است. 300 تن در سراسر ترکیه در جریان عملیات فقط یک شب، شب گذشته دستگیر شدن. او گفته است، اوگلوها که به اونو خس وزیر میگوید، هدف این عملیات 3 گروه داعش، کردهای وابسته به پکاکا و اعضای یکی از گروه های چپکرا بوده است.
حال در این شلوغ پلوغی و به جنگ داعش رفته اید و این وسط هم هر کرا میخواهید میگیرید و نابود میکنید. چه کسی مقصر بود در آن انفجار انتحاری؟ یک روز گفتن یک زنی بوده است، یک روز گفتن یک مردی بوده است، بعد هم خبر دادن یک کرد طرفدار داعش بوده است. توف بر اسلامتان. نیروهای ترکیه با پیکاریان داعش در نزدیکی مرز سوریه دست به تبادل آتش زدن. یک سرباز ترک کشته شد. بیچاره همواره مردمان و فرزندان بیچاره یک ملت است زیر دست این جانیان محمدی، باید نابود شود. حالا سرباز است، افسر است، پلیس است، سیویل است، بقال است، هر چه هست. در استانبول بیش از 5000 نیروی نظامی در عملیات تجسس از 140 خانه حضور داشتند. نوید عزیز و نازنین و گرامی من، درود بر شما نوید فداکار و به راستی بزرگ منش. 50 دلار اعلام یاری کردند با مانده نباشید به دلاور بانوی سنگر بیداری. اسلام این آیین نجس تروریستی پا به هر کجا که گذاشت، کشت و دزدید و غارت کرد و نابود و ویران کرد. دقیقا نمی رسد قرن 21 اشتا که دیگر برابر چشم جهانیان همه می بینه. تا جایی را می گیرد نخست می رود ستونهایی، بنایی، تندیسی، چیزی چند هزار سال مونده اول آنها را منفجر می کنند و شروع می کند به بردیداری جنسی و خرید و فروش دختران و ریپ کودکان و اینا. به میلیارد های دزدی از مواد مخدر از همه چیز هم میگیره. مانند صدر اسلام و پیامبر دزد کثافتشان همان راه و روش رو دارن. توف بر قرآن و شاش شطر و شاش کفتارهای جهان بر اسلام باورندگانش. علی و محمد و جعفر و غضنفر و رجب و حسن و حسین و بقیه. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر نوید نازنین و گرامی من. خب زمان ما دارد به پایان میرسد. از افتخارات اردوغان نمیتوانم دیگر بگویم. میگذاریم برای برنامه سه شنبه تا ببینیم تا آن روز ارتش ظفرنمون اخوان المسلمین اردوغان چه کرده است. آزادی خواه شده است، آماده است به جنگ داعش. سپاسگزارم هممیهنانم از توجهتون برنامه. به ویژه یک جهان سپاس دارم به بانو اشرف عزیزم، به سرباز میهن نازنینم، به بانو مریم گرامی من و به نوید عزیز و گل. پایان هفته خوش رو براتون آرزو میکنم و از آریا جان خواهش میکنم شماره 5 رو پس